بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد خدمت شما محصلان عزیز، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، به تعقیب مباحث قبلی، امروز میپردازیم به تاریخچه حقوق تطبیقی. اگر یاد شما باشه دوستان عزیز، ما در جلسه قبلی پیرامون انواع مطالعات تطبیقی صحبت کردیم که ما مطالعه تطبیقی توصیفی داشتیم، مطالعه تطبیقی کاربردی، مطالعه تطبیقی خرد و مطالعه تطبیقی کلان، و پیرامون از او صحبت های شد. و اینک میپردازیم به تاریخچه حقوق تطبیقی. دوستان عزیز، نظام های حقوقی که امروز ما شما در کشورها مشاهده میکنیم، با عنوان مثال نظام حقوقی افغانستان، نظام حقوقی مصر، نظام حقوقی ایران و تمام کشورها، این نظام ها در گذشته ها بر اساس مطالعات تطبیقی شکل گرفته است. در گذشته ها، منظور ما 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، چند هزار سال قبل، تعداد از علما و نخبگان هر جامعه اینا به مناطق مختلف سفر می کردند، به ولایات مختلف سفر می کردند، به کشورهای مختلف سفر می کردند، و هر چقدر که اونا سفر می کردند، با عرف و عنعنات مختلف و متفاوت اینا مواجه می شدند. با عنوان مثال، اگر ما شما سفر بکنیم به اطراف افغانستان، ولایات افغانستان، ما در هرات عرف و عاداتی داریم که شاید این عرف و عادات در جلال آباد پیدا نشه، با وجود این که ما یک کشور واحد هم هستیم. و به مو ترتیب شما در عرصه تجارت، در عرصه زراعت، در عرصه ازدواج و خانواده، شاید شما در جلال آباد عرف بیابیم که او عرف در هرات و یا در مزار نباشه دوستان گرامی. پس در مجموع به این نتیجه میرسیم که در گذشته ها نظام های حقوقی بر اساس مطالعات تطبیقی و آشنایی با سایر عرف ها شکل می گرفت. حال تاریخچه حقوق تطبیقی از ما شما سوال می کنند. چقدر تاریخ داره؟ 100 سال، 200 سال، 20 سال، چند سال؟ و فراموش نکنیم دوستان گرامی که مطالعات تطبیقی در حقوق سابقه بسیار طولانی داره. بسیاری از قوانین بر اساس مطالعات تطبیقی شکل گرفت. و ما از جمله قوانین الواح 12 گانه داریم دوستان گرامی، الواح 12 گانه روم که شما در تاریخ انکشاف حقوق هم خوانده باشیم، شاید در مبادی حقوق هم حتما شاید بحث شده باشه پیرامون الواح 12 گانه. همین الواح 12 گانه که طی قرون متمادی و در خلال تمدن های مختلف و در اقلیم های گوناگون قدرت و تأثیر معنوی خود را حفظ کرد، بر اساس مطالعات تطبیقی شکل گرفت. در آن زمان پادشاه هدایت داد که تعدادی از روحانیون و یا افراد آگاه، افراد هوشیار، افراد توانمند اینا به اطراف رند، و بعد از اینکه اطراف و قریجات و محلات و ولایات را مطالعه بکنند، سپس عرفهای گوناگون جمع‌آوری بکنند و در نهایت امر یک قانونی اینا تدوین بکنند، بسازند که برای تمام شهروندان سایه تطبیق داشته باشه، هم عوام این قوانین بپذیره، هم عوام بپذیره. ابتدا الواح 10 گانه به تصویب رسید، یا قوانین 10 گانه که این مورد پذیرش طبقه ثروتمند، مورد پذیرش طبقه ثروتمند قرار گرفت، اما طبقه عوام این قبول نکردند. مجددا تعداد از علما رفتند باز اطراف و ولایات مورد مطالعه قرار دادن و 2 ماده دیگه هم اضافه کردن که به نام الواح 12 گانه مسمی شد. و امین الواح 12 گانه که چند هزار سال از عمر از میگذره، دقیقا بر اساس مطالعات تطبیقی شکل گرفته دوستان عزیز. و قوانینی که امروز ما شما در افغانستان داریم و یا سایر کشورها داریم، دقیقا بر اساس مطالعات تطبیقی شکل گرفته. یک کشور رفته قوانین را از دیگر کشورها الگو برداری کرده، اقتباس کرده، انتقال داده
و حتی دوستای عزیز، شما محصلان گرامی وقت سفر میکنید به فرانسه، به امریکا، به ایتالیا، ممکن شما هم در نظام حقوقی افغانستان تاثیرگذاری داشته باشیم. شما میرین با یک قانون بسیار تمام عیار مواجه میشیم و میایم بالاخره نظریه خود ارائه میکنیم و از او قانون شما الگو برداری میکنیم و نظام حقوقی افغانستان را متحول میسازیم. پس در مجموع حقوق تطبیقی سابقه بسیار طولانی داره، یعنی قبل از میلاد هم همین مطالعات تطبیقی وجود داشته، اما این مطالعات تطبیقی به شکل امروزی نبوده. دوستای عزیز، مطالعات تطبیقی به شکل امروزه از قرن 19 هم آغاز میشه و حیات تازه برای خود میگیره که در قرن 19 هم مؤسسات، علما و دانشمندا در حوزه حقوق تطبیقی تلاش های بسیار زیاد را انجام میدن. با عنوان مثال، مجمع مقررات تطبیقی در سال 1869 در پاریس شکل میگیره و تعقیب از او انجمن قانونگذاری تطبیقی در سال 1886 در انگلستان تأسیس میشه و به تعقیب از دوستای عزیز در سال 1900 نمایشگاه بین المللی در پاریس شکل میگیره. وقتی این نمایشگاه شکل میگیره، دو حقوقدان برجسته فرانسه به نام سالی و لامبور، یا لامبر هم میگن، به نام سالی و لامبور از فرصت به دست آمده استفاده میکنن، این دو بزرگوار، و اینا در حاشیه همین نمایشگاه کنگره بین المللی حقوق تطبیقی را تشکیل میدن و این دو بزرگوار یعنی سالی و لامبور به این باورند که حقوق تطبیقی باید بیشترتر پیرامون از صحبت بشه و آقای سالی یک کم افراط میکنه، میگه با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی ما میتوانیم که حقوق مشترک جهانی شکل بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که آقای سالی به این باور است که نیازهای اجتماعی افراد یک می باشه. اگر شما یک شهروند افریقایی، امریکایی، مسلمان، عیسوی، افغان، اینا رو بیاییم مورد مطالعه قرار بدیم دوست گرامی، نیاز از اینا همگی یکه. نیاز از اینا چیه؟ آب، غذا، امنیت، بالاخره رفاه و همگی پایه. حالا یک افغان هم بمیب امنیت و آرامش و آسایش نیاز داره، یک امریکایی هم به امنیت و آسایش و آرامش نیاز داره، یک محصل حقوقی که در پوهنتون جامعی درس میخونه، اون محصل هم به دانشگاه، به دانشکده، به کتب، کتابخانه، چپتر، سنف نیاز داره. دقیقا یک محصلی که در امریکا حقوق میخونه، او هم به همین نیازمندی ها مواجه میباشه. پس سالی میگه وقتی که نیازهای اجتماعی یک انسان یا انسانها یک می باشه، پس چرا رایحل‌های متفاوت ارائه شده؟ چرا قوانین افغانستان از قوانین آمریکا متفاوت است؟ چرا قوانین ایران از عربستان متفاوت است؟ پس سالی به این باور است، می گفت که با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی ما می توانیم که حقوق مشترک جهانی را شکل دهیم. اما لامبور مثل آقای سالی خیلی افراط نمی کرد. لامبور به این باوره، میگه که حقوق تطبیقی می توانه که اختلاف های سطحی نظام های حقوقی را از بین ببره. یعنی چی؟ لامبور می گفت ما نمی تونیم که حقوق مشترک جهانی شکل بدیم، یعنی که با کل جهان یک حقوق حاکم باشه، یک نظام حقوقی حاکم باشه، این امکان نداره، ولی با استفاده از مطالعات تطبیقی ما میتونیم که اختلافات خرد و ریز را از بین ببریم. یعنی چی؟ یعنی که افغانستان و ایران دو کشوری هستند که همسایه، همزبان، همکیش، خب هر دو تابع شریعت اسلامی، چرا ایران و افغانستان با همدیگر تفاوت دارند؟ پس اختلافات ایران و افغانستان اختلافات بسیار پیشپایه‌افتاده، اختلافات عمیقی نیست. ما میتونیم که بین افغانستان و ایران یک نظام حقوقی ایجاد بکنیم، اما هیچگاه نمیتونیم بین افغانستان و فرانسه یک نظام حقوقی واحد ایجاد بکنیم، چون که اختلافات از اینا عمیق میباشه.
و به می ترتیب آقای لامبور ادامه می کنه که اختلافات فرانسه و آلمان اختلافات بسیار سطحی و پیش پا افتاده ای می باشه. ما می توانیم که اختلافات حقوقی آلمان و فرانسه را از میان برداریم، چون اینا به لحاظ مذهبی و به لحاظ فرهنگی مشکل ندارن. پس اختلافات سطحی از ما باید از میان برداشت شده باشه. و هم از طریق چی؟ از طریق مطالعات تطبیقی. خب دوستای عزیز، پیرامون تاریخچه صحبت شد، سابقه طولانی داشت و به شکل امروزی از او از قرن 19 هم آغاز شد و دانشمندان فرانسوی خاصتا سالی و لامبور در زمینه تلاش های بسیار زیاد کردند. اما تدریس حقوق تطبیقی چی می باشه دوستای؟ در گذشته ها خدمت شما طبعا ارائه شد که حقوق تطبیقی بر بنیاد عرفهای گوناگون و از محلات مختلف، یعنی از این آدرس دیده می شد. اما تدریس حقوق تطبیقی که در قالب دو سمستر تدریس بشه تقریبا از سال 1954 دوستای گرامی تاکید میشه که باید حقوق تطبیقی در قالب دو سمستر تدریس بشه و خوشبختانه که امروز حقوق تطبیقی در جزء برنامه‌های درسی تمام دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها می باشه و در زمینه تاکید و همچنین اهمیت داده میشه. در گذشته ها علمای حقوق و اساتید به این باور بودند که علما و اساتید باید صرفاً نظام حقوقی ملی برای محصلان توضیح بدهند، نحوه تفسیر از او توضیح بدهند و تشریح بکنند. به عنوان مثال اساتید پانزده های حقوق در افغانستان فقط قانون اساسی افغانستان را تدریس بکنند، قانون جزار تدریس بکنند، قانون فامیل تدریس بکنم، قانون تجارت تدریس بکنم و تفسیر از اون، مثلا نحوه تفسیر از اون برای محصلان توضیح و تشریح بدم. ولی امروز دوستای گرامی دیدگاه دیگری وجود داره، میگن اگر علما صرفا قوانین ملی رو تدریس بکنن در حقیقت اینها برای محصلان کمک نکردند. و دقیقا این تیوری و این نظریه روز به روز کمرنگ شده میره دوستای گرامی، تا جایی که میگن اگر ما به شکل و به شیوه سنتی قوانین ملی برای محصلان تدریس بکنیم اصلا این علم تلقی نمیشه. چرا؟ برای این که دوستای عزیز وقتی محصل ما توانمند میباشه، وقتی محصل ما می تواند که نکات ضعف و قوت نظام حقوقی خود را دریابد که از سایر نظام ها آگاهی داشته باشه، از نظام های حقوقی کشورهای خارجی آگاهی داشته باشه. تا وقتی که دوستای گرامی ما و شما از سایر نظام ها آگاهی نداشته باشیم، ما نمی تونیم ادعا بکنیم که نظام حقوقی ما خوب هست و یا بد. همچنان گنجانیدن بررسی های تطبیقی در برنامه های درسی محصلان حقوق باعث میشه که افق دید محصلان از زمان افزایش بیابه، از نظام حقوقی خود درک بهتر و بیشتری داشته باشیم. و از جهت دوستای گرامی با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی ما میتوانیم که حقوق کشور بیگانه را ابتدا مطالعه کنیم، سپس با کشور خود مقایسه کنیم و اگر با عرف و عنعنات و فرهنگ ما مقایرت نداشت، ما می توانیم که او قاعده و مقررات به کشور خود خود انتقال بدهیم. همچنان حقوق تطبیقی باعث می شه که ما به حقوق دیگران حرمت و احترام بگذاریم. دوستای عزیز، هرگاه یک خارجی من حیث کارمند در افغانستان میآید، قبل از اینکه وارد افغانستان بشه با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی برای آن خارجی نظام حقوقی افغانستان توضیح داده میشه که
این کشور و این ملت مسلمان هستند. در ماه مبارک رمضان اگر شما پیش روی از نو آب و یا شراب بنوشیم، شاید شما با مشکل مواجه بشیم و اگر با زنان دست بدیم و یا بر حال مواردی که بحث اخلاقی حاکم است شما مرتکب بشیم، شاید شما با مشکلات بسیار جدی مواجه بشیم. اینجا که دوست گرامی وقت خارجی به افغانستان میایه، حقوق ما شما احترام میگذاره. مثلا با زنان میبینیم که رفتار از ناتوری باشه که ما با زنان داریم. در ماه مبارک رمضان آب و غذا نمی نوشن پیش روی ما، شما در محل عام شراب نمی نوشن و همه پیش بریم دوست عزیز. و مو ترتیب با استفاده از فرایند مطالعات تطبیقی ما و شما سبب میشیم که اگر ما به هندوستان سفر میکنیم، چون میدانیم دوست گرامی که آنها یعنی گو از جمله خدایان آنها محسوب میشه و به مو ترتیب آنها بت میپرستند، وقتی ما در کشور آنها سفر میکنیم، به حال از آنجایی که آگاهی داریم تلاش میکنیم که طوری در آن کشور زندگی بکنیم در این مدت 10 روز، 15 روز، 1 ماه، 2 ماه که به حال باعث آزار و اذیت از آنها نشیم. و مو مذهب از اونا، به مو آیین از اونا، عبادات از اونا، به حال به اخلاقیات از اونا، با فرهنگ از اونا هیچ گونه مداخله نمی کنیم و به حال حد اکثر تلاش میکنیم که باعث آزار و اذیت روحی و روانی آنها نگردیم. دوست عزیز، خب این بود از بحث و یا درس سوم ما و شما. ادامه بحث میگذاریم به ساعت بعدی. تشکر از حضور شما.